الو اسماعیل، پس بقیه کوشن. گفتم که بدون اکرم و امیر حافظ نیاییم. والا من فکر کردم بزرگترا باشن بهتره، بزرگترا حلش کنن. شما اشتباه فکر کردی عروس. یه حرفایی هست که حرفا رو که من زدم آش خانم، تو کلانتری به اسماعیل زدم. آدم حرفای خونوادگی رو توی کلونتری نمیزنه، حرفای خصوصی رو تو جای عمومی نمیزنه، حرفای خونوادگی رو توی خونواده توی خونه میزنه. حرف من سر این نیست که بگم بزرگ تو موافقت کن طلاق بگیرن، اسماعیل تو موافقت کن طلاق نگیرن. من هم مردم رو میشناسم، هم حرف و سخن و هم عقل و هم نزاکت رو. تو این خونه جوونی من و بچگی شما دوتا داداش گذشته، سنگ به شکم بستیم اما دست از هم نکشیدیم. الان هم حرفم سر اینه که شماها به هم نریزین، نزاکت از بینتون نره، به هم نریزین، از پشت هم بودن غافل نشین. تو بزرگ بچه تو به زور نفرسی خونه اسماعیل، اسماعیل به زور بیرونش بکنه. من حرفم اینه فکر کشمکش نباشین، فکر راه باشین. اگه آدم به فکر راه باشه اصل کاری رو باید همراه کرد. اصل کاری یعنی اکرم، اصل کاری یعنی امیر حافظ. تو رو چه حسابی عروس فتوا دادی که اونا نباشن؟ تصمیمی قرار نیست بگیرم که نگران نیومدن اون دوتا باشیم. حرف معلومه آش خانم، اونا زن و شوهرن، زن و شوهرم باقی میمونم. من نمیتونم دخترمو بعد از 4 سال محرمیت با امیر حافظ با شکم جلو اومده جلو در همسایه برگردونم خونه. نمیتونم. حالا اتفاقیه که افتاده. اتفاق؟ تو با کی لج کردی که اینوری قش میکنی؟ تو بچه منو زورکی کردی تو خونه اسماعیل خان و انسی جون تا اونا گوششو بگیرن پرتش کنن بیرون؟ بچه ای من عزت نداشت؟ پرت کردن کدوم زن داداش؟ خب چی دیگه خالی رو به هم میزنی؟ نه دیگه اسماعیل خان، تعارف که نداری. وقتی انسی جون تا پای پیت نفت و ریختن روی خودش جلو میره یعنی چی؟ میگید اتفاقه؟ خب منم صدقه سر بچه‌م میگم اتفاقه. چه اتفاقی؟
اینکه دخترت بی مهر و ثبت تو شناسنامه هم حامله است، هم میگن طلاق بگیره و بیوه بشه، اتفاقه؟ تو غیرت میرت میدونی چیه؟ مردم و حرف میدونی چیه؟ کدوم حرف و مردم؟ دختر مثل پنجه آفتاب بزرگ نکردم که با منت خونه شوهر باشه و خار چشم مادر شوهر. خار چی اقدس خانم؟ کدوم گوش گرفتن؟ ما از پیش آمد حرف میزنیم، از اتفاقی که افتاده. انسی خانم، طرف های شما رو نمیدونم، اما طرف های ما به این چیزی که پیش اومده میگن مسئله ناموسی، اتفاق بهش نمیگن. انسی ناموس اسماعیله، ناموس تو هم ناموس اسماعیله. زبون تو به تلخی نچرخون بزرگ. چرا تیزی نگاهت سمت منه؟ چون تو بزرگتری، بزرگتری توقع میاره. تا اونو بقیه رو چرا من باید بدم؟ چرا دخترم باید بده؟ منظورت از بقیه منم داداش. حالا من واسط شدم بقیه، من سر بچه هم میذارم پای همین باغچه، گرد تا گرد میبرم سر شما که داشمی. مشتی، ازت خواستم این قائله رو جمع کنی امروز. خواستم این بار تو برای من بزرگتری کنی، نذاری کار به اینجاها برسه، کار به حرف زن برسه. آها، جوان مردی و برادری یعنی این که اسماعیل بچه‌شو گوش تا گوش ببره و تو هم زبون زن تو. همچی میگی زن؟ انگار حرف زن سمه. بابا، سم منم، بلا منم، دوز حاضر، بوزم حاضر. همین انسی خانم تاج سر، اکرم 10 سالش بود، راست رفت و چپ اومد، دست کشید رو سر اکرم و گفت که عروس قشنگم، مشنگم، پشنگم. 17 سالگی اکرم گفتین بعد این دوتا جوون به چشم دوست داشتن همدیگر رو نگاه میکنن ولی محرم نیستن. رفتین آوردین تو خونه، محرمشون کردین تو خونه، بی ثبت بی شاهد. حالا بعد از 4 سال یه دختر حامله رو گذاشتین جلو رو منو میگین بزرگ حوزش. این مردونگی آقا اسماعیل؟ این خطا نیست؟ خطا وقتی شد که قبل از محرم شدن این دوتا جوون شماها نرفتین پی دکتر آزمایشگاه. بزرگ خان و حوزش، خودت هم موافق بودی؟ همچین میگی محرمشون کردین که انگار کسی تو رو به حساب نیاورده و خودشون بریدن و دوختن. نیشت تا بناگوش واز بود وقتی امیر حافظ دامادت شد. الان هم هست. من بعد امیر حافظ رو نگفتم، من گله یه دبه کردن رو میکنم. همین که من حرف میزنم سر حرف نزدن اسماعیله، وگرنه منو چه به توی چشم بزرگ خان نگاه کردن و مخالف رأی ایشون حرف زدن. چشم پایین میگم، اکرم تخم چشم منه، همه تون میدونین که جونش به جونم بسته است. اقدس خانوم میگه دختره مثل پنجه آفتاب. اقدس خانوم سر دعوا و لج و لجبازی میگه پنجه آفتاب. من قبل دعوا و لج و لجبازی همیشه گفتم پنجه آفتاب. حالا حرف من اینه، اصلا امیر حافظ هیچی، بچه نداشتن و اجاق کوری و به جون میخره. من میخرم، ولی آخه انصاف این دختر، این پنجه آفتاب تا آخر عمرش از بغل مدرسه رد بشه و آه بکشه و بگه کاش منم بچه داشتم.
تو ویترین مغازه ها لباس بچه ببینه و مشت به سینه بکوبه؟ کدوم دبه؟ من چادر کنیزی اکرم رو به کمر میبندم، من چادر کنیزی شما و اقدس خانوم رو به کمر میبندم بزرگ خان، ولی نکنید، با این دوتا جوون این کار رو نکنید. لا اله الا الله. لا اله. انسی خانم، شما هم تعارف کردین هم نصیحت. لطفاً این چادر کنیزی دور کمر رو باز کنین و از تعارف کم کنین و برسین به اصل. تو برس به اصل. اصل اینه. این دوتا جوون هم دیگر رو میخوان. همین. خب پس کجان اون دوتا جوون که هلک و هلک را افتادین اومدین اینجا براشون تصمیم دارین میگیرین؟ همدیگر رو دوست دارن و به حسابشون نمیارین؟ دوست داشتن حساب کتاب داره حاج خانم. اون الان داغن داداش، حواسشون نیست. 10 سال دیگه نه، 3 سال دیگه سوت و کوری خونه کرشون میکنه، بهونه گیر میشن، آه میکشن. آقا سرور، داداش، دختر برادرت حامله است و شناسنامش سفیده. کلاتو بذار بالاتر. آه. اونور اسماعیل و انسی زن داداش نشستن و سینه سپر کردن واسه امیر حافظ. این یکی سمت اقدس میگه اکرم و عزت و احترام، آن لطیفه هم که همش از بزرگتری من میگه و گذشت، گوششم رو همه ی حرفای من بسته. البته چاکری امام لطیفه به همه واجبه و مثل روز روشن. ولی به تو میگم اسماعیل، بد دلم گرفته ازت. دل مرد به این راحتی ها نمیشکنه، لااقل دل من. اما وقتی که شکست دیگه بند بخور نیست. بعد خودتو کشیدی کنارو، گفتی مال بد بیخیرش حسابش. ببین تو دلت بگو گور بابای خودت و دلت، خودم و زن و بچه ما اشکست باشه، خودت و زن و بچه تا اشکست. اما من تا حالا سیاه کاری بهت یاد نداده بودم، ولی الان میخوام بهت سیاه بازی یاد بدم. میری دکتر رو مجوز سخت بچه رو میگیری، این عروسی پا میگیره. پا که گرفت همه مردم شهر خبردار میشن که اینا زن و شوهرن. وقتی که خبردار شدن 1 ماه بعدش از هم طلاق میگیرن. طلاق که گرفتن همه خبردار میشن و میپرسن چرا. اون وقت ما سینه سپر میکنیم، میزنیم پشت دستمون، میگیم مشکل ژنتیکی داشتن، گیر و ویر خونی پونی داشتن. وقت اسم شوهر رفته تو شناسنامه اکرم و خط خورده.
اسم شوهر تو شناسنامه اکرم میشه سند آبروی من، میشه سند آبروی دخترم، میشه گل، میشه گل در دهن مردم رو میبنده. بدون من اکرم جلسه گذاشین ها؟ میگید مامان لطیفه گفته که من اکرم نباشیم، میگید ولی دروغ میگید. اون دختری که امروز از این خونه رفت زنه منه، نهار فرداتون نیست که راجبش تصمیم بگیرین. من جواب میخوام. سر مادرت داد نزن، هیچ وقت سر مادرت داد نزن. آره مامان لطیفه گفت بچه ها کجان، اونا باید خودشون تصمیم بگیرن. من گفتم بچه ها غلط میکنن. غلط سر ندونم کاری تو امشب بزرگ بهم گفت همه چی تموم، برادری تموم، سر تو. حالا داد بزن، حالا اگه میتونی داد بزن. Thank you.
بله بله. سلام آقا اسماعیل. میدونم خروسی که بی موقع میخونه لایق سربریدنه. این شهربانو بله میکنه. منم خودم سر پیری معرکه گیری رو نمیپسندم. خب زنه دیگه، دوست داره. قرض از مزاحمت خواستم بدونم این مجلس جشن عروسی برپا میشه یا نه؟ هست؟ آخه به چرخ دیگه ناصر خان، آخه مبارکت باشه، انشالله به سلامتی. میچینمشون تو خونه جدید اسماعیل. کم نذار، از جهاز برون گرفته تا خود عروسی. شلوغش کن، همه رو خبر کن، اصلاً برو خود نیار که همش بازیه.
تقصیر من چطوری بهتر باید؟ اشکالی نداره. همجور دکوری به چه پونه دوش رو آشپز کنه. آقا همه چی ردیف میوه و شیرین ردیف، بقیه‌اش هم حالا میرسه تو بقیه. نه هیچ چی کم و کسری نداره. دست شما درد نکنه. فقط گلش هم بچه‌ها. خدا رو برکت، ان شاءالله پایم پیر شه. سلام آقا، اسم میوه و شیری تکمیل شد، فقط دیگه مونده مهمونا. بایزه فعلا همین مونده هر یک فراز همین مونده شیرینی پرسنه، البته این دلتون خواست. ماما این لباس عروس رو آوردن، کجا بذارم؟ به بزرگ بگو بردن فک و فامیل رو برای جهاز برون، مگه اینکه تو خواب ببینه واسه دقل بازی. این لباس هم جلو چش نذاری، دلقش درست نکنی واسه این دختر. از خدا که گلگی نداری مادر. خودم میخورم، بچه که نیستم. مگه بچه بودن بعده؟ ای کاش آدم همیشه بچه میموند. انگار دارم زهر میخورم. زهرم باشه بهت بخوری. من دوست داشتن و بلدم. از منصور یاد گرفتم و بعد از مرگش دل کندن و یاد گرفتم. سر و کار تو هم دختر افتاده به قسمت. به صلاح خدا شک نکن. دلم گرفته مامان لطیفه، دلم گرفته از خدا. گریه کن، گریه کن، گریه دواست. خودتو خالی کن. بابا حتی تلفن کردم به امیر حافظم ممنوع کرده. بی خود خودم گوششو میگیرم. Thank you.
حاج خانم اومد خودت صحبت کن. ناصر خانم من خودم خجالتی ام خودت بگو. من چی بگم؟ من روم نمیشه. خودت صحبت کن. خب من لباسا رو نشون میدم فقط. بهش بگو تو. باشه. تو باشه خانم بگم. باشه خانم بگم. اومد آجو. سلام علیکم. سلام عزیزم، خوش آمدی. خیلی ممنون. آخه ببخشید. بفرمایید. چشم. بفرمایید. آخه خیلی خوش آمدی. والا قرض از مزاحمت خواستم، یعنی شهربانو خواست لباسامونو ببینید یه وقت شب عروسی سلیقه‌مون مایه سرافکندگی نشه. سلیقه شهربانو رو نمیدونم، اما سلیقه تو ناصر خان خوبه که یه همچین لقمه ای واسه خودت گرفتی، یه همچین ماهی رو. چه حنایی هم بسته عروس خانوم. بفرمایی. خوبی آقا ناصر؟ به مرحمتی شما. میبینی چه حال و روز خوشی داریم ما. زحمت نکشین، دست شما درد نکن. روز و روزگار مال خداست، زیر نظر خداست، خدام بد نمی آفرینه. این ما آدماییم که همچی نازک نارنجی شدیم. خب ببینم چی آوردی. چشم. ببخشید ناصر خانم، رو بده بی زحمت. این پیرن خودمه. ببخشید. بفرمایید. با 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 چقدر قشنگه. خیلی ممنون. اینم کت شلوار ناصر خان. خیلی خوش رنگه. خیلی عالیه. رفتی آرایشگاه؟ مامان واقعا خجالت نداره؟ گرفتی وقت تو از آرایشگاه؟ چرا زجرش میدین؟ به قرآن گناه داره. میگم وقت تو گرفتی؟ بله، همه چی واسه فیلم و ادا اطفار آماده است. شادومادی رسید عروس خانم. خوشحال باش عزیزم. چقدر خوشگل شدی. قابلی نداره عزیزم. بفرم. متشکرم. ممنون. مرسی.
سلام. سلام. میرم دنبال ناصر خانو شرف بانو که بیارم نشون. چی بگم پسرم؟ ادا در نمی جون مادرتا. ادا؟ این لباسی که تن من تو کردن انگار باور کردی. آره باور کردم. من گرفتنیم سر توه. اگر همین الان گازشو میگرفتم و یه جایی که هیچکی نشنازدم اون پامو میذاشم رو ترمز. هستی؟ آدمش نیستی، ولی من هستم. خر نشو. اتفاقا آقلا بذار امشب تموم شه، بذار اینا به قول خودشون آبروداریشونو بکنن، بعد شب دراز است و قلندر بیدار طلاق پشت گوششونو ببینن. امشب تمومه دیگه. اشرت خانم و اقدس خانم و محمد آقا که فهمیدن تموم شد، بعد ننه بابای خودم و ننه بابای تو باید فانوس دست بگیرن و بیافتن دنبال من. آره من این لباس ها و این ماشین ها امشب رو باور کردم. تو هم باور کن و بکن تو کلت. شدنش که میشه. به اسماعیل قسم من وابده نیستم. طبق قرارمون قرار طلاق. کی همچی قراریو گذاشته؟ من وضعیتو من نساختم. اکرم مادر جون، اکرم درو باز کن. همان